در سلسله آموزش برنامه ویندوز تا جایی که موضوعات برای شما تشریح کرده بودم روی موضوع پرسنالایز بودیم پس روی دستاب تن مین راست کلیک میکنین بعد از او روی موضوع برنامه پرسنالایز کلیک میکنین و زمانی که روی موضوع به نام کلیک کردین بعدش با تنظیمات برمیخوریم می‌خوایم صحبت کنیم موضوعاتی که قبلا روش صحبت کرده بودم برایتون تشریح کرده بودم موضوعات بک‌گراند بود کالرز بود بعدش هم موضوع لاک اسکرین هم به شکل کاملش برای شما تشریح کردم در ادامه موضوعاتی که اینجا داریم روی موضوع دیمز میخوایم در ادامه صحبت کنم و با تنظیماتش آشنا شویم اگر تا هم کانال رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید چون ویدیوهای بعدی ای که ما در کانال نشر میکنیم ازشان با خبر شوین و برایتان اطلاع رسانی شود زمانی که روی دسکتاپ راست کلیک کردین بعد از او در صفحه پرسنالایز آمدین و بعدش هم روی دیمز زمانی که شما بیاین کلیک کنین و اینجا دقیقا با موضوعی که ما و شما برمیخوریم موضوع دیمز است و اینا هر یکشان خودشان یک دیم در صورت ضرورت میتونین شما از یک دیمز به دیمز دیگه سویچ کنین ببینین اولین موضوعی که میخوایم برای شما توضیح بتون قبل از اینکه از دمز استفاده کنیم شاید بگوییم که دیمز چی است من قبلا در برنامه ورد آموزش برنامه ورد به شکل کامل در کانال موجود است همچنان برای شما تشریح کردیم در ساحه دیزاین گفتیم که دیمز چیست دیمز مجموعه دیزاین است و در برنامه ویندوز هم میخوایم برایتان بگوییم که دیم در حقیقت یا دیمز اصطلاحی که ما استفاده میکنیم مجموعه دیزاین است یک مجموعه دیزاین شاید شما دوست داشته باشین ولی برادرتان شاید او سلیقه نداشته باشه او رو دوست نداشته باشه پس در ویندوز ما و شما مجموعه دلخواهی خود میتونیم در صورت خواسته باشیم داشته باشیم مثلا به خاطری که موضوع برایتان واضح شوه ببینین اینجا میخوایم برایتان توضیح بدم اگر بیایم روی دمس کلیک کنم میبینین محیط ویندوز ما به صورت کلی چنج میشه بک‌گراند چنج شد زمانی که بالای سارت بتن کلیک کنم اینجا ترکیب رنگ و گپایی که میبینین چنج شد به خاطری که یک مجموعه دیزاین است درست ولی زمانی که روی ایدمز بیم اینجا کلیک کنم میبینین مجموعه دیزاین چنج میشه وقتی که بالای استارت بتن کلیک کنم اینجا ترکیب رنگ متفاوت است و بک‌گراند هم می‌بینید که متفاوت است پس موضوع برای تان واضح شد که در ساحه پرسنالایز روی موضوع دیمز ما و شما که صحبت نکردیم با خود دیمز آشنا شدیم ببینید در دیمز دان موضوعات که شامل میشه اولین موضوعی که اینجا ما و شما داریم بگراون است بعد از اون موضوعی کالر را داریم بعدش هم موضوعی ساوند را داریم بعدش هم موضوعی موزه یا موضوعی کرسر داره هر کدام اینا رو به شکل جداگانه در کنترل پینل رویش انشالله ما و شما صحبت میکنیم تنظیمات موز و غیره ولی برای فعلا هم که برای شما توضیح بتوم. انشالله با تنظیماتش به شکل بریف به شکل خلاصه میخواییم که آشنا شویم شاید یک بگراند دلخواه دوست داشته باشین پس بالای موضوعی برام بگراند کلیک میکنین و قبلا موضوعی بگراند رو برای شما تدریس کردیم مثلا بگراندی که من انتخاب میکنم این بگراند شد میبینین امی دمزی فعلی که من انتخاب کرده بودم او رو ما کستومایز کردیم بگراند چنج چینج کردیم پس فعلا یک دمز جدید ایجاد شده بگراند رو چینج کردیم و اگر خواستن که کلر مسائل همچنان چنج کنین میتونین روی موضوعی نام کلر مراجعه کنین مثلا از رنگی که میخواییم استفاده کنم بر فرض مثال رنگ سرخ باشه کلیک کردم اینجا و موضوع سویچ شد برای فعلا روی استارت که کلیک کنم میبینین که رنگ سرخ بیشتر شد خب دو موضوع رو کستومایز کردیم که در سایش قبلا برای شما تشریح کرده بودم موضوع رو خوانده بودیم و بعدش موضوع دیگه که داریم اینجا گزینه ساونس است زمانی که بالای موضوعی به نام ساونس کلیک کنین اینجا میبینین چه خوب در بخش ساونس در بخش صدا آمدیم و صداها را در ریکارد برای فعلا نمیه همچنان میتونین کستومایز کنین مثلا برای فعلا ببینین چیزی که شما تست کنین یک موزهش فقط برایتان توضیح میتون گزینه ای را داریم به نام مینیمایز درست؟ و برای فعلا گزینه مینیمایز ما شما علامه اسپیکر نداره ولی بعضی از مسائل دیگه علامه لاود دی اسپیکر داره بر فرض مثال اینجا سمت پایین میوم دیوایس کنکت وقتی که یک دیوایس تا کامپیوتر ما وصل میشه صدای فعلی صداست بالای تست کلیک میکنین یک صدا تولید میشه و میتونین صدایش رو چنج کنین وقتی که یک دیوایس ما وصل میکنیم مثلا این صدا باشه تست کنین هر صدایی را خوش آمد میخوانین از او استفاده کنین برای فعلا شاید کانفیوز شده باشین یعنی چی؟ دیوایس کنیکت ما انتخاب کردیم و ای گزینه ای که انتخاب کردیم این گزینه است میبینین و بالای تست زمانی که شما کلیک کنین حتما یک صدا را میشنوین وقتی که شما مثلا به گونه مثال فلش را کمپیوتر وصل میکنین صدایش چی باشه می‌تونیم ما شما تنظیمش بکنیم میتونین صدای موجود را چنج کنین ولی سمت پایین حرکت میکنم گزینه ای را که پیدا کنیم مثلا مینیمایز برای فعلا وقتی که یک پنجره را مینیمایز میکنم صدا نداره و من میگم که صدا داشته باشه مثلا الارم شما را انتخاب میکنم باز میتونین شما بالای تست کلیک کنین و من کلیک نمیکنم کلیک میکنم بالای گزینه بنام اوکی و برای فعلا اگر در ویندوز یک پنجره مینیمایز شوه صدایی که انتخاب کردیم صدا تولید میشه شما تست کنین برای فعلا به خاطر که من ریکارد میکنم صدا رو شما شنیده شاید نتانید میبینین چقدر خوب اینی طور میتونین موضوعات مطابق ملتان شما در ویندوز تنظیم بکنه موضوع دیگه ای که ما شما داریم و میتونیم کستومایز کنیم مطابق مل خود تنظیم کنیم بر علاوه بگراند بر علاوه رنگ بر علاوه صدا موضوع کرسر است بالای قسمت موز کرسر کلیک میکنیم موضوعات موز به شکل کامل تدریس کردیم در قسمت دسکریپشن لینکش اضافه میکنم اگر ندیدین میتونین بعد از این درس باز بیننده باشید خب روی قسمت که مراجعه میکنیم روی پایین تر است همه علامی موز که حرکت میکنه فعلا ایر بنام پایین تر یاد میکنیم درست و بعدش هم بالای موضوعی بنام براوز کلیک میکنم میخوایم که پایین ما به گونه مثال چنج شوه ایر انتخاب میکنم درست ای دیزاین انتخاب کردم بعد از بالای اوپن و بعدش هم بالای گزینه بنام اوکی کلیک میکنم میبینید چه خیر جالب یک دیزاین دلخواه را به وجود آوردیم بگراند فعلی ما بعدش بالای استارت کلیک میکنم این ترکیب رنگ درست و روی تنظیمات میم بگرام دلخواهی خواهی تنظیم کردیم، ترکیب رنگ ما دلخواه شد، موضوع صداها دلخواه شد، و بعدش هم پاینتر خود و مطابق مل خود چنج کردیم. پس ما در حقیقت یک دمز جدید را به وجود آوردیم که او تا نوز سیف نشده. پس امی دمز جدیدی که به وجود آمده می که سیف شود. که داینده دا ازش استفاده کنیم پس بالای گزینه بنامی سیف دیم کلیک میکنم نامش چی باشه؟ میگم آیتی درست آیتی بعدشم بالای موضوعی بنامی سیف کلیک میکنم چقدر خوب سمت پایین حرکت میکنم اینجا دیم زنم و شما برای فعلا داریم به نام آی من میای مثلا کلیک میکنم اینجا درست دمز ما و شما چین شد کلیک میکنم پنجره بسته شود بالای سارت بتن کلیک میکنم ترکیب رنگ ها و غیره چنج شده او سلقه خودتان میتونین از موضوعات مورد نظر استفاده کنین به اینی شکل بعد از این شما از قسمت بیمز باید بتونین استفاده کنین جنبندی کنم موضوعات برای شما دمز چیست؟ دمز مجموعه دیزاین است وقتی که شما از کامپیوتر استفاده میکنین در ساحه دمز مراجعه کنین یک دمز حتما موجود است و به مجرد که شما بگراند یا کالر یا ساوند یا ماوس) کرسرش را چنج کنین او دمز کستومایز میشه که نیاز داره ذخیرش بکنید باز میتوانید دمزتان ذخیره کنید اما مجموعه دیزاین تان به هر نامی که ذخیره میکنین ذخیره میشه باز دایده مطابق سلقه تان میتونید از امو مجموعه دیزاین استفاده کنید اینطور میتوانید بعضی از موضوعات در ویندوز مطابق عملتان شما کستومایز کنین کنید